اعتراض هموطنان و یاران اشرف نشان علیه حضور ظریف در فرانسه. لیبراسیون، جواد ظریف و قاسم سلیمانی دروی یک سکه و ابزاری در دست خامنه‌ای هستند. استقبال کنسولگری آمریکا در مونیخ از نامگذاری تروریستی حزب الله لبنان توسط پاراگوئه. لیبراسیون به نقل از یک پژوهشگر فرانسوی می‌نویسد جواد ظریف و قاسم سلیمانی دروی یک سکه و ابزاری در دست خامنه‌ای هستند. این پژوهشگر گفته است خامنه‌ای هر دوی آنها را در سمت‌هایشان نگه داشته است تا خود بتواند همچنان به بازی کردن نقش داور ادامه دهد. کنسولگری آمریکا در مونیخ از نامگذاری تروریستی حزب الله لبنان توسط پاراگوئه استقبال کرد. در پیام این کنسولگری آمده است جهان حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان تروریستی برای پیشبرد برنامه‌های مخرب رژیم ایران می‌شناسد. وزیر خارجه پومپئو لیست‌گذاری حزب الله توسط پاراگوئه به عنوان یک سازمان تروریستی را تحسین می‌کند. هموطنان آزاده و یاران اشرف نشان در فرانسه علیه حضور ظریف وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی در این کشور اعتراض کردند. تصاویر تظاهرات و اعتراض ایرانیان و اشرف نشان‌ها علیه حضور ظریف در پاریس مورد توجه خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد تظاهرات شورای ملی مقاومت ایران علیه حضور جواد ظریف در فرانسه در میدان تروکادرو پاریس برگزار شد. آسوشیتد پرس افزود در بنر تظاهر کنندگان نوشته شده است ظریف برو گم شو و ظریف حامی اعدام‌ها و تروریسم را اخراج کنید. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در میدان تروکادرو در پاریس تظاهرات کردند تا علیه دیدار جواد ظریف اعتراض کنند. آژانس عکس خبرگزاری فرانسه گتی ایمیج نیز تصاویری از تظاهرات هواداران مقاومت ایران علیه حضور ظریف وزیر خارجه دیکتاتوری فاشیستی آخوندی در پاریس مخابره کرد. العربیه گزارش داد پس از کشورهای اسکاندیناوی پاریس هم صحنه اعتراض‌ها علیه سفر ظریف به اروپا بود. ایرانیان ساکن پاریس روز جمعه به سفر ظریف به فرانسه اعتراض کردند و خواستار قطع روابط این کشور با رژیم ایران و همچنین حمایت از اعتراضات مردمی شدند که خواستار سرنگونی رژیم ایران هستند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد معترضان با سردادن شعار نه به خامنه‌ای دیکتاتور و نه به رژیم ولایت فقیه و ظریف جنایتکار نماینده رژیمی است که ملت ایران را سرکوب می‌کند، اعتراض خود را به سفر وزیر امور خارجه رژیم به فرانسه نشان دادند. در گرد همایی مزدوران سپاه در سرخس، فعالیت‌های مجاهدین در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. عبدالله امینی‌فر، گرداننده قرارگاه تاکتیکی فضای مجازی سپاه ضد امام رضا، در این گرد همایی تصریح کرد تیم اصلی مواجهه با ما تیم مجاهدین در آلبانی است که وظیفه آنها فعالیت شبانه روزی در حوزه فضای مجازی علیه جمهوری اسلامی به زبان فارسی است. آخوند هاشمی مسئول دفتر نمایندگی خامنه‌ای در سپاه سرخس نیز گفت فضای مجازی برای جوانهای ما یک جاده لغزنده است و باید در این فضا مراقبت‌های لازم را داشت تا خدای نکرده دچار تزلزل نشویم.